وقتی که به در ورودی مسجد خواست داخل شود، دید که یک جمعیت زیاد داخل مسجد نشسته. دو تا گروه در این بین جمعیت هست. یک، مشغول یاد گرفتن و یاد دادن، تعلیم و تعلم، و دیگری مشغول عبادت خدا، ذکر خدا، نماز، بندگی. پیامبر افرادی که همراهش بود به اینها نگاه کرد، گفت که هر دو گروه کار نیکی میکنند، یکی مشغول عبادت خدا، یکی مشغول یاد گرفتن یاد دادن، و بعد حرکت میکنند به همون حلقه ای که مشغول یاد گرفتن و یاد دادن بود. بعد این جمله رو میفرماید: من برای دانا کردن مردم فرستاده شدم. این یک روایت. روایت دیگر، نشستن در مجلس علمی. روز انصار آمد، یک از انصار خدمت پیامبر بزرگوار اسلام سلام علیکم و بعد گفت، عرض کرد: یا رسول الله سوالی دارم. پیامبر فرمود که بگو سوالت. گفت: یا رسول الله، تشییع جنازه در میان است، اگر همزمان با تشییع جنازه مجلس علمی هم در یک جای برگزار است، اگر در تشییع جنازه شرکت کنم از مجلس علمی بی‌بهره میشم، و اگر در مجلس علمی شرکت کنم از ثواب تشییع جنازه محروم میشم. ماندم چیکار کنم؟ یا رسول الله، اگر شما به جای من بودی کدام یکی را قبول میکردی؟ پیامبر اسلام میفرماید: اگر افراد هستند که میت را غسل بدهد، کفن بکنند، تشییع جنازه بکنند، نمازش را بخوانند، شرکت در مجلس علمی در ثوابش، در شرکتی از هزار تشییع جنازه، هزار درهم صدقه در راه خدا، هزار عیادت مریض، هزار رکعت نماز مستحبی در شب، هزار حج غیر واجب، هزار جهاد غیر واجب، همینطور هزار هزار دارد. میگه اینها کجا و در مجلس علمی کجا؟ مگر نمیدانی که شر دنیا و آخرت همراه با علم است، چنان که خیر دنیا و آخرت همراه با علم است، همچنان که شر دنیا و آخرت همراه با جهل است.